برای بحث بیشتر زکیه خدادادی برنده مدال نقره رقابت‌های آفریقا و خدیجه رضایی برنده مدال طلای رقابت‌های آسیایی در تاجیکستان برای بحث بیشتر اینجا با ماستند. بانو خدادادی خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنیم. میشه بیشتر در مورد این رقابت‌ها بگوین؟ در این رقابت‌هایی که شما موفق شدین برای اولین بار مدال نقره را به افغانستان بیارین. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بیننده‌های تلویزیون تولو نیوز تقدیم می‌کنم. زکی خدادادی هستم، یک از ورزشکاران پاراتگواندو افغانستان که ما با تلاش های زیاد از فدراسیون تگواندو و تربیت بدنی و فدراسیون خود پاراتگواندو موفق شدیم که در مسابقات مصر راه پیدا کنیم، که این مسابقه متشکل از 12 کشور بود که ما 3 حریف مختلف از 3 کشور مختلف داشتم که با نهایت تلاش خود دو کشور شکست دادم و در کشور سوم که حریف ما از نایجیریا بود مسابقه رو واگذار کردم. یعنی شما به عنوان یک ورزشکار افغان در یکی از رقابت‌های بیرون مرزی و هم به یک مدال خیلی عالی دست پیدا کردین. چگونه یافتین رقابت‌ها را؟ چگونه یافتین توانایی‌های ورزشکارای افغان؟ شما به عنوان الگو از افغانستان رفتین و چگونه فکر میکنین آینده ورزش را که شما در پیش رو دارین؟ ما با اینکه اولین مسابقه ما بود که خارج از افغانستان است و با زحماتی که کشیدم، تلاشایی کردم، کسایی که همکاری کردن تشکری میکنم از همگیشان که دست به دست هم داده با تمرینات از ما با همکاری های از ما توانستم از این مسابقات راه پیدا کنم که برای اولین بار بسیار یک نتیجه خوبی و قابل قدری نتیجه داد. و و چگونه شد که شما با ورزش پاراتکواندو راه پیدا بکنین و میشه کمک معلومات هم بتین کسایی که در این رشته آگاهی ندارن چگونه یک ورزش است؟ علاقه زیادی که خود من به رشته تکواندو داشتم، مدت 5 سال در هرات تمرین کردیم و مدت 1 سال میشه در فدراسیون پاراتکواندو افغانستان ثبت و راجستر شدم که 1 سال بدین سو من رشته پاراتکواندو را در کابل سهیم شدم. و قانونا پاراتکواندو با تکواندو یک فرق داره که پاراتکواندو بخش معلولین است و تکواندو بخش دیگه ورزشکارا، که پاراتکواندو یک رشته برای کل معلولین است که میتونه هر کی این رشته را بیاموزه. تشکر. به شما برمیگردیم. بانو رضایی، میشه شما در مورد مدالتان بگوین که این رقابت ها در کجا برگزار شده بود، چند کشور حضور داشتند و کشورهایی را که شما شکست دادین کدام کشورها بودند؟ بله، سلام دارم خدمت شما و بینندگان شبکه تولو نیوز. مسابقات ما شرکت کردیم، مسابقات اوپن تاجیکستان بود که کشورهای آسیای میانه شرکت داشتند. 9 کشور در مسابقات اشتراک کرده بودند، از جمله ایران، قزاقستان، قرقیزستان و خود تاجیکستان هم چند تیم داده بودند. من خودم 3 بازی کردم. بازی اول تاجیکستان بود، دوم قزاقستان و سوم باز خود تاجیکستان بودن که تانستم که هر 3 بازی ببرم. و یعنی روحی ورزشکارای افغان شما چگونه یافتین در تاجیکستان به عنوان یک کسی که از افغانستان در رقابت بیرون مرزی اشتراک کردین؟ یعنی فکر میکنین که ورزشکارای افغان واقعا توانایی اشتراک در رقابت‌های بیرون مرزی را دارن؟ بله، ورزش در افغانستان خیلی رشد کرده، مخصوصا رشته تکواندو که میدانین هولان اکپا تنها کسی هست که در رشته تکواندو مدال المپیک داره، زیاد رشد کرده. در مسابقات تاجیکستان ما گرفتیم تقریبا 6-7 طلا گرفتیم، با اینکه کشور ایران که میدانین زیاد ورزش تکواندو خیلی قوی هسته، تانستیم که ایرانی ها هم ببریم و در مسابقات تانستیم که دوم شویم. و خواستتان چی است از حکومت افغانستان به خاطر از اینکه این ورزش بیشتر هم رشد بکنه و ما شاهد اشتراک و یا حضور بانوای بیشتر در رقابت های بیرون مرزی پس از این باشیم؟ خواست ما ورزشکار عبدالعزیز هست که بیشتر اهمیت بدن، بیشتر وقت بذارن برای ورزشکارا مخصوصا بانوان، تا بتونیم که مثل همچو چیزا بتونیم که بیرق کشور خود بهتر بیاریم. و استقبال مردم چگونه بود وقتی که شما از تاجیکستان برگشتین؟ یعنی قابل قناعت شما بود؟ واقعا استقبال کردن نکردن؟ تاجیکستان که ما برگشتیم کدام کسی استقبال نبود بجز هم کسایی که فدراسیون ملی تکواندو بودن، استادا رئیس همینا بودن. از دولت ما کسی ندیدیم، فقط خانواده ها و فدراسیون ملی تکواندو. یعنی فکر میکنین چقدر نیاز است اگر شهروندا استقبال بکنن؟ یعنی واقعا برای شما روحیه میتن و شما تشویق میشین؟ بله مسلما، وقتی که روحیه بدن مردم واقعا
انگیزه ما چند برابر میشه برای افتخار آوردن به مدال آوردن. واقعا اگه دولت بیشتر اهمیت بده، بیشتر سرمایه گذاری کنه، بیشتر واقعا ما استعدادهای زیادی در افغانستان داریم، مخصوصا بانوان، که میتونیم واقعا نام افغانستان را در جهان بلند کنیم. و بانو خدادادی، شما یعنی برای اولین کسی بودین که مدال گرفتین، استقبال مردم از شما چگونه بود؟ کسایی آمده بودن و استقبالتون در میدان هوایی؟ همچنین خانم رضایی اشاره کردن، استقبال کسایی که استقبال ما آمده بودن در میدان هوایی کابل، کسایی بودند که داخل فدراسیون ما، فدراسیون پاراتکواندو، از تربیت بدنی بودند. دیگه از دولت کسی را ما ندیدیم. یعنی فکر میکنین نیاز است که شهروندا و مقامات حکومتی همواره کسایی که مدال میرن از رقابت های بیرونی استقبال شوند؟ بله حتما. ما که برای اولین بار مدال آورده بودم، بسیار توقع زیادی داشتم از دولت، از مردم خود که به استقبال ما بیایند. برای اولین بار یک دختر بتونه از پاراتکواندو یک مدال بیاره کلان افتخار است، ولی همچین چیزی نبود. خب این سندی که در برابرتون قرار داره، میشه ایره هم نمایش بتین ببینن مردم که ای چی است و در مورد ازی هم میشه جزیات بتین؟ این تقدیرنامه است که وقتی من مدال نقره رو گرفتم، ایره برای ما کشور مصر دادن، که این مدرکی هم است که من در مسابقات 2020 المپیک نیز به احتمال 90% میتونم شرکت کنم. یعنی برنامه های آینده تون چی است؟ ای چقدر تاثیر میگذاره به کارتون و چقدر مصمم هستیم تا ای که بیشتر و خوبتر به این رشته آمادگی بگیریم تا در رقابت های بعدی هم شاهد گرفتن مدال طلا باشیم؟ این تقریبا یک مدرک است برای ما، که ما در روکینگ یک سیستم است که نام وارد شده و ما به خاطر که مدال گرفتم، این تقدیرنامه را به کسایی میدادند که مدال گرفته باشند و در مسابقات المپیک 2020 پاراتکواندو ثبت راجستر میشن. و امی مدال و امی تقدیرنامه برای از من انگیزه داد که 4 سال تمام تلاش خود کنم که به مسابقات المپیک 2020 یک مدال بر افغانستان حتما کسب کنم. و بانو رضایی، صحبت های اخیر شما را هم میخوایم داشته باشم که برنامه های بعدی تان چی است و چی تصمیم دارین؟ بیشتر از این تلاش میکنین و آیا گرفتن مدال طلا از رقابت های تاجیکستان برای شما انگیزه شد تا یکی بیشتر تلاش بکنین؟ بله، من اولین مدال خارجیم بود که گرفتم و مثلا من یک انگیزه باز من میشه که بیشتر تلاش کنم به هدفی که میخوایم برسم. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان. زکیه خدادادی، برنده مدال نقره رقابت های مصر، و همچنان خدیجه رضایی، برنده مدال طلای رقابت های آسیایی.